بینندگان انجمن هموطنان نهایت گرامی، سلام ها و محبت های بی پایان من و همکارانم را بپذیرید. امیدوارم از صحت و سلامت کامل برخوردار بوده، زندگی آنطور که آرزو دارید سپری شود. و بازم در برنامه از یک گپ از گپ گپ میخیزی دیگر در خدمت شما هستم. دوشنبه دوم حوت 1400 هجری خورشیدی برابر با 21 فوریه سال 2022 میلادی و سخن را از اینجا آغاز میکنیم که افغانستان کشور است. به معنای واقعی کلمه هنوز به مفهوم دولت ملت نرسیده و نحوه ارتباط متقابل حاکمیت و مردم در این کشور مبتنی بر ارزش‌ها و بینش‌های فلسفی غربی نیست. در واقع قرارداد اجتماعی که در غرب طی دوره رنسانس فلسفی شکل گرفت هنوز در این کشور عملی و عملی شدنی هم نیست. ملت در این کشور معنای خاص ندارد و جمعیت این کشور بیشتر خود را در قالب قوم و قبیله و منطقه خاص تعریف می‌کنند. اینجاست که طالبان دست بالا را داشته و عملکردهای این گروه مطابقت زیادی با نوع ساختار سیاسی و اجتماعی افغانستان داشته است. در واقع بیش از 42% از جمعیت 40 میلیونی افغانستان با یک قوم خاص تعلق دارد، یعنی دقیقا همان قومی که ساختار اصلی رهبری طالبان را تشکیل می‌دهد. طبیعتاً جامعه‌ای که مبتنی بر مفاهیمی چون ریش سفیدی و رهبری مذهبی قومی است تا به حکمرانی توسط نهاد مرکزی دولت را ندارد. این واقعیت هایی است که خواه قبول کنین خواه قبول نکنین، این همی واقعیت های عینی جامعه ما به نام افغانستان است. به همین دلیل است که گروه های مذهبی و قومی همواره با خواسته های حکومت های مرکزی در ادوار مختلف تاریخ افغانستان مخالفت کردند و حتی به تضاد مسلحانه با آنها برداختند. در واقع با توجه به این نکته می توان گفت که دولت‌های دستنشانده خارجی نیز کوچکترین چانسی برای موافقت در افغانستان نداشته و نخواهند داشت، چرا که علاوه بر تضاد ارزشی این دولت‌ها با گروه‌های مذهبی قومی دول فوق خائن و مزدور نیز شناخته می شوند. نکته ای که براحتی به بسیج جامعه سنتی علیه حکومت های دست نشانده کمک کرده است. شاهد مهمترین دلیل شکست امریکا در برابر طالبان عدم تجانس ارزشی و قوام سیر تاریخی فلسفی در افغانستان باشد، چرا که امریکا برای پیاده سازی اهداف خود که مبتنی بر ارزش های لیبرال، ترویج دموکراسی، نظام بازار آزاد و سرمایه‌داری است به نوع محیط سیاسی و ساختارهای اجتماعی و حکمرانی افغانستان بی‌توجه بوده است. و آنهای هم که خود را به نام سران قوم یا رهبران سیاسی در افغانستان جا می‌زنند، آنها هم تابع اوامر بیگانه ها هستند. این نیست که در افغانستان یک قوم دست نشانده است، یک قوم تحت تسلط یا تحت سیطره خارجی هاست و سایر اقوام افغانستان اکثرا بی‌طرف عمل میکنند. در تاریخ افغانستان بسیار به ندرت ما حکومت ها و یا اداره های را پیدا میکنیم که مستقیما یا غیر مستقیم تحت تاثیر کشورهای خارجی بودند. افغانستان هنوز در وضعیت پیشا صنعتی و اقتصاد زراعتی سر میکند و ساختار اقتصادی این کشور وارد مرحله صنعتی نشده است. در همین راستا این کشور هنوز با مشکل اساسی عدم مشروعیت ساختار یعنی حکومت متمرکز مواجه است، مشکلی که با وجود مصارف گزاف و نهادسازی های متوالی بازیگران خارجی در رأس ایالات متحده هنوز حل نشده است. در واقع دولت‌های مرکزی افغان تنها قادر به حکمرانی بر کابل و نه سایر نقاط دورتر کشور، یعنی نقاط صعب العبور بودند. به بیان دیگر حاکمان افغانستان را تنها میتوان پادشاهان کابل نامید، چرا که نفوذ ساختارهای مذهبی قومی در جامعه سنتی افغانستان بسیار ریشه دراز و پیچیده دارد.
با توجه به نکات گفته شده میتوان گفت محیط سیاسی و اجتماعی افغانستان هنوز به بلوغ کافی سیاسی مذهبی اجتماعی و اقتصادی نرسیده است. برای همین است که امریکا بعد از 20 سال حضور در این کشور با دولت سازی و ترویج نهادی اهداف خود موفق به دموکراتیزی کردن این کشور با چاشنی لیبرالیزم نشد. امریکا موفق به تزریق دموکراسی در این کشور نشد، زیرا افغانستان فاقد آمادگی های تاریخی و ظرفیت های فرهنگی برای این مهم بود. طبیعتاً به همین دلایل است که فشار و زور و البته نظامی امریکا در برابر طالبان شکست خورد. در واقع طالبانیزم متولد همین ساختار سیاسی و اجتماعی افغانستان است، ساختاری که با عدم تجلی قوای عقلانی، اخلاقی و عملی کافی آماده فشارهای از بالا به پایین و نهادسازی‌های مدرن و لیبرال امریکا نبود. ناکامی امریکا یادآور تلاش قدرت‌های خارجی قبلی است که برای رامسازی افغانستان تلاش می‌کردند. عدم درک ساختار افغانستان بود که امریکا را هم به مرکز قربانیان یعنی قبرستان امپراتوری‌ها اضافه کرد و هم کمپی که نام‌های پرآوازه چون امپراتوری بریتانیای کبیر و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در آن منتظر پیوستن ایالات متحده آمریکا بودند. نجات میلیون‌ها گرسنه در آستانه مرگ در افغانستان، با سودای سودآور برای بازیگران سیاسی، سازمان‌های امدادی و شبکه پیچیده مفسدان محلی و زورآوران تبدیل شده است. سازمان‌های امدادرسان، حکومت طالبان و رهبران جهان پیوسته در مورد وضعیت رقت انگیز جمعیت عظیم گرسنگان در آستانه مرگ در افغانستان هشدار می‌دهند. تقریبا روزی نیست که یک یا چند سازمان بشردوستانه در مورد وقوع فاجعه انسانی در افغانستان هشدار ندهند. بر بنیاد تازه‌ترین آمارها حداقل 9 میلیون نفر از جمعیت افغانستان در آستانه قحطی مطلق قرار دارند و حدود 28 میلیون نفر هم برای ادامه حیاتشان نیازمند دریافت کمک‌های جهانی هستند. علی رغم این هشدارها و فراخوان مکرر سازمان‌های بین‌المللی برای کمک، وضعیت در داخل افغانستان همچنان حاد و بحرانی است. هر روز بر آمار گرسنگان و گدایان افزوده می‌شود. افرادی که تا دیروز از شأن و شوکت و عزت و اعتبار اجتماعی برخوردار بودند، حالا برای زنده ماندن به سختی تقلا می کنند و در جنگ نفسگیر با گرسنگی توان فرسا مجبورند یا اعضای بدنشان را به حراج بگذارند و یا فرزندان خودسالشان را. گزارش های ناامید کننده نیز در مورد بی‌عدالتی و تبعیض در روند توزیع کمک ها وجود دارد. بر بنیاد این گزارش ها از رویکردهای ایدئولوژیک و تعلقات قومی طالبان تا فساد گسترده در میان وکلای گذر، هیئت امنای مساجد و سایر افراد پرنفوذ اجتماعی در زمینه تاراج کمک ها و بازداشتن افراد مستحق برای دسترسی به آن وجود دارد. در حاشیه شهرها، کمپ های آوارگان، ولسوالی ها و روستاهای دوردست و مناطق کوهستانی وضعیت به مراتب وخیمتر دارد. ابعاد فاجعه به اندازه عمیق است که شاید برای رسانه های غوغا سالار جمعی هم سوژه جذاب به حساب نیاید، زیرا حتی کنجکاوترین مخاطبان هم علاقه به شنیدن مصائب و تماشای رنج های بیکران و رقت انگیز مردم افغانستان یعنی در سرزمین ستم و بی‌عدالتی و تبعیض و فساد ندارند. طالبان با استفاده از این اهرم در حال اعمال فشار فزاینده بر جهان و بسیج افکار عمومی در راستای لزوم کسب مشروعیت بین‌المللی برای حکومتشان هستند. آنها میگویند که وضعیت جاری جهان را به مشکل اخلاقی برای راستی آزمایی در مورد ادعاهای انسانی و حقوق بشریش فرا می‌خواند و اگر فاجعه رخ دهد مسئول و مقصر آن جامعه جهانی است که حکومت طالبان را در تحریم و انزوا قرار داده و به این ترتیب اجازه نداده تا مردم افغانستان به دارایی‌های ملی خود دست یابند.
از فشار اقتصادی خارج شوند. سیستم بانکی احیا شود و از فروپاشی بزرگ اقتصادی جلوگیری به عمل آید. قدرت‌های بزرگ نیز با استفاده از این وضعیت در تلاش تاثیرگذاری متقابل بر طالبان، ترغیب آن گروه به انعطاف عقب نشینی در زمینه تحقق پیشرفت‌های جامعه جهانی و پذیرش سیطره غیر مشروع خود از جانب حاکمان کنونی کابل هستند. افزون بر این، سازمان‌های امدادی هم به بهانه کمک به مردم افغانستان به منظور به دست آوردن حداکثر منابع تلاش می‌کنند، منابعی که دولت‌های مطبوعشان با طرح این ادعا که نباید به دست طالبان بیفتد به طور مستقیم به سازمان‌های مورد نظر خودشان می‌دهند و به این ترتیب فساد و بی‌عدالتی رایج و شایع در میان سازمان‌های غیر دولتی یا NGO‌ها دارای اهداف خاص سیاسی ایدئولوژیک مانند 20 سال گذشته همچنان استمرار پیدا می‌کند و تقویت می‌شود. در این میان البته شبکه‌ای از مفسدان متشکل از وکلای گذر، طوری که بیشتر گفتیم، امامان مساجد، ریش‌سفیدها، حاجی‌ها و چهره‌های متنفذ محلی نیز مانند کفتارهایی که در انتظار ربودن بقایای شکار شیر هستند در کمین نشستند تا آخری سکه‌های آن سودای سوداور را با حرص و آز تصاحب کنند و ببلند. اما بخیل عظیم گرسنگان که روز بروز بر آمارشان افزوده می شود، اگر خوششانس باشند یک قرصنان خوش خیرات می ماند و عکس تحقیرآمیز و ناقصشان و کرامت انسانیشان در هنگام دریافت آن. و اما دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، با وجودی که صحبت ها در مورد افغانستان بسیار است، اما قبل از اینکه من به بخش دیگه از صحبت های امروز خود بپردازم، خدمت شما عرض میکنم که بیاین برادر و خواهر ها، هموطنان ارجمند، مسائل ایدئولوژی، مسائل قومی، مسائل زبانی، حتی مسائل مذهبی را کنار بگذاریم، بیاین با هم خودمانی صحبت کنیم. تا وقتی که واقعیت‌های دردناک جامعه افغانستان شما احساس نکنین و از او آگاه نشین، شما هیچ وقت نمیتونین کوچکترین خدمت در راه آوردن صلح با یایی که خدمت به مردم افغانستان کنین. شاید از صحبت امروز ما تعداد زیاد از هموطنان و مخصوصا طرفدارای طالب یا کسایی که دهل طالبا را به صدا برآوردن خوش نباشن یا سرشان خوش نمیخوره، اما واقعیت‌ها باید گفته شود. مربوط هر قوم و هر قبیله که هستیم، فقط بیاین فقط بگیم ما افغان هستیم. اگر ما خود را بایس افغان بشناسیم، هیچ کس جرأت و شهامت نمی کنه و قدرت و تواناییش نداره که در بین ما نفاق و دشمنی و دوگانگی بیاندازد. حالا آیا متوجه هستین در افغانستان فعلا فقط یک گروه یا یک جبهه است که جنگ میکنه، اما این جبهه یا این گروه هم به صورت عیان راه خود جدا کرده. وقتی که شما بیرق ملی افغانستان را قبول ندارین و بیرق را که خود شما برای خود تزیین کردین او را براخ مردم میکشین و در تظاهرات به سوی کشورهای مختلف جهان او را برملا میسازین، بنان معلوم میشه که شما با مردم افغانستان نیستین. شما بازم طرفدار عزیزین که افغانستان را تجزیه کنین و فقط برای خود بعضی سرزمین ها یا زمین ها یا اراضی را داشته باشین که بساط خود را گرم کنین و به اصطلاح بدرنگانین، مانند گذشته تاراج کنین، چپاول کنین، دزدی کنین و غارت کنین. و اما بازم چیزی که باید خدمت شما عرض کنم ایست که و شما اطلاع دارین، تا روزهای اخیر بازگشت عده‌ای از یاغیان سابق، یا بهتر است بگویم یاغیان نزدیک به اشرف غنی، رئیس جمهور فراری و خائن ملی به کابل و استقبالگر به طالبان، از آنها در رسانه‌های گروهی و شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده. شخصی به نام سلام رحیمی، یک دوست، یک جاسوس، یک فسادپیشه، یک زنباره، هر آنچه بد و بیرایی که شما در ذهنتان خطور میکنه نثار شخصی به نام سلام رحیمی و سایر طرفداران و حواریون اشرف غنی
بکنین. و طالبان هم از این اقدام استقبال کرده و آن را نشانه عشق به وطن توصیف میکنن برای مردم افغانستان. اما این رویدادها یادآور یک واقعیت نچندان جدید بود و آن این که در طول سالهای گذشته طالبان درون و بیرون نظام با هم در ارتباط بوده و پروژه سقوط و فروپاشی در نتیجه تبانی پیدا و پنهان آنها رخ داده و یک شبه اتفاق نیفتاده است. اشرف غنی به مرور زمان خودش صحبتهای خود و آنچه که خودش به زبان آورده او را رد میکنه و در تضاد با او صحبت میکنه. سلام رحیمی در حال به کابل بازگشت که حتی از نظر ظاهری نیز پالان یا نقاب تکنوکراسی را از چهره برداشته و کاملا در هیئت طالبانیش ظاهر شده است. باریش دستار و لباس سنتی به سبک طالبان. این رویداد برداشت بالا را کاملا تایید می کند و نشان می دهد که افراد و اشخاص چون سلام رحیمی به تازگی طالب نشده اند، بلکه طالب زاده شده اند، طالب بوده اند و در آینده هم طالب خواهند بود. همان بوده که خود فراری بزرگ اشرف غنی با عنوان خائن بزرگ ملی، حمدالله محب مشاور امنیت ملی و عنصر فاسد به نام فضل فضلی مشاور امور جنسی ریاست جمهوری که از یاران معتمد غنی و یک از اضلای اصلی جمهوریت سه نفره او محسوب می شدند، نیز طالبان نتایدار درون نظام پیشین بودند. در میان در حاشیه بازگشت نچندان غافلگیر کننده معذرت می خواهیم و حیرت انگیز سلام رحیمی به آغوش طالبان و پذیرایی گرم مبتنی بر سنت قبیله‌ای از جانب هم نوان طالبش از وی آنچه گمانه‌زنی های بسیاری را برانگیخت پیام و پیامدهای حاصل از این رویداد بود. شماری از ناظران پیش بینی کردند که سلام رحیمی به احتمال قوی حامل یک پیام مهم از سوی خائن ملی برای حاکمان کنونی کابل است. با باور این گروه از آگاهان، غنی احتمالاً سلام رحیمی را برای مشوره با اعضای قبیلهش به کابل فرستاده تا زمینه های بازگشت خود او به کشور فراهم شود. اگر چنین برداشت در حال حاضر تنها در حد یک شایعه یا گمانه غیر مستند است، اما در این چند روز شخصی به نام حشمت غنی که او هم یک مالی خولیا و یک دیوانه بیش نیست و خود را رئیس قبیله احمدزایی ها یا کوچی ها معرفی می کند و ضمناً برادر رئیس جمهور فراری است، گفته است که برادرش در جستجوی یافتن راهی برای بهبود وضعیت مردم افغانستان است. بله آقای غنی، شما در جستجوی پیدا کردن راه هستین برای بهبود وضعیت مردم افغانستان. نفرین به شما و لعنت به شما. این موضع توییتری رئیس پیشین کوچی ها اما در ابتدا چندان جدی گرفته نشد، ولی با باور کارشناسان با توجه به اینکه تنها چند روز پس از آن توییت سلام رحیمی راهی کابل می شود، این می تواند با پیام معنادار حشمت مفسد مرتبط باشد و به این ترتیب احتمالاً برنامه برای بازگشت خائن ملی دیگر به کشور وجود داشته باشد. در صورت درست بودن این برداشت، با توجه به اینکه طالبان به گرمی از سلام رحیمی استقبال کردند، انتظار می رود استقبال با شکوه‌تری نیز در انتظار خائن ملی باشد، زیرا او کاملاً شایسته چنین استقبالی از سوی طالبان است، زیرا آن خیانت بزرگ ارزش برگزاری یک برنامه شکوهمند برای تقدیر از او را دارد. اما اگر غنی هوای بازگشت به کشور را داشته باشد، صرفاً به منظور مشروعیت بخشیدن به طالبان به مثابه حاکمان مشروع افغانستان که قدرت را از یک رئیس جمهور فراری به ظاهر قانونی تحویل خواهند گرفت نیست، بلکه می خواهد تاریخ دوران خودش را بنویسد، یعنی تعریف دوران قوم و قبیله و تبار خود را. غنی و تیم خائن او، مخصوصا محب فضلی، رحیمی، حنیف اتمر و ده ها افسار گسیخته دیگر
از جریان ها و باند های مختلف قومی که حالا همه در کشورهای دور و نزدیک لم داده و در انتظار آغاز یک بازی خائنانه دیگر هستند، از نظر شیطنت و ریاکاری شاید با نوابغ سیاسی دوران معاصر قابل مقایسه باشند. آنها دست زدند تا تصویر تیره و نفرت انگیزی که از آنان در اذهان مردم افغانستان و افکار عمومی جهان وجود دارد از میان برود، و در حالی که جهان خود را برای برسمیت شناختن رژیم طالبان آماده می کند، آنان نیز احتمالاً همزمان با گشایش در وضعیت رقت انگیز اقتصادی و شاید اقدامات نمادین طالبان جهت تشکیل حکومت فراگیر با مشارکت فرمالیته چند مقام دونپایه از سایر اقوام در ساختار قدرت وارد صحنه می شوند، تا از این راه ذهنیت مردم را نسبت به کارنامه ننگین و نفرت انگیزشان تغییر دهند و به واقعیت های تلخ تاریخ چند سال اخیر کشور آشکار دستبرد بزنند. از فرار بزدلانه تا بازگشت خفتبار، کجای کار در اشتباه بود؟ غنی چرا فرار کرد؟ غنی روی کدام پلان و پروژه جای خود را به اقوام نزدیک و همتباران خود داد؟ دوستان ارجمند، با هم می رویم یک گزارش چند دقیقه‌ای را می بینیم از کارنامه محمد اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهور متقلب افغانستان، که چه تلاش‌ها و مسعی را در جهت احیای مجدد یا آوردن مجدد طالبان انجام نداده است. با ما باشید. دور اول ریاست جمهوری هم میخواستم، اما وقتش میسر نشد. در دور دوم با چند همفکر دیگر چون محب صاحب، فضلی صاحب، داودزاد صاحب، استانکزای صاحب و غیره به این نتیجه رسیدیم که از شر شمال رشید دوستم، تاجیک و ازبک و هزاره خلاص کنم، که فقط یک راه بود و آن هم حضور قاطع و فاتح طالبان و بس. از همین سبب به حکومت موقت تن ندادم و حکومت عبوری را رد کردم. در صحبت‌های خاص به خلیلزاد نیز فهماندم که اشتباه بند را تکرار نکن. او هم قبول کرد و اول تعرض اردو را منع کردم. دوم قطعات را کوچک ساخته به نقاط دسترس طالب سوق دادم و اکمالاتشان را ضعیف ساختم تا به طالبان تسلیم شوند و طالب جرأت پیدا کند. قمندان های ولسوالی ها را شخصا تعیین کردم تا به نام عقب نشینی تاکتیکی جا خالی کنند، که خیلی خوب پیش رفت و تمام ولسوالی های شمال را اول پلان کردم. توسط استانکزی به رهبری طالب ها نقشه داده شده بود. به هیچ قطعه به جز عقب نشینی اجازه تعرض حتی مدافعه هم ندادم. شمال تا واخان که یک طرفه شد، نوبت شهرها رسید. باید بعضی تغییرات و مصروف سازی آدم ها و شخصیت های مؤثر را شروع می کردم، که چنین کردم. مثلا یک پنچیری را وزیر دفاع ساختم تا امرالله صالح مصروف شود. محقق را آوردم تا هزارها مصروف شوند. کدرهای بی اعتبار را دور کردم و آدم هایی را که به فرمانم بود مقرر نمودم. در ولایت ها والی ها را هم از افراد خاص با اهداف خاص مقرر کردم. مارشال دوستم را خواستم با دست خالی همراه معلم عطا به شمال بفرستم، اما هیچ اجازه ندادم که قبلا یک مرمی قول اردو به شبرغان بفرستند تا که سقوط کرد. مارشال و عطا که به مزار رسیدند، به خاطری که کدام خرابی نشود و غافلگیرشان کنم، خودم فورا مزار رفتم و یک بچه قهرمان را به صفت قمندان قول اردو تعیین کردم به نام مومند ذبیح الله، و برایش گفتم نام مومند را زنده کنی، و خصوصی برایش هدایت لازم دادم و جمعه خان همدرد را تحریک کردم و گفتم که وقت انتقام نزدیک است. اشرف غنی چرا فرار کرد؟
او چرا فرار کرد که حالا می خواهد بازگردد؟ مگر او نبود که گفت خطر جانی وجود داشت و اگر فرار نمی کردم طالبان مرا می کشتند؟ اگر راست می گفت پس چگونه می خواهد بار دیگر به دامن همان طالبان بازگردد که قصد جانش را کرده بودند؟ حشمت دیوانه یا حشمت غنی برادر تنی اشرف غنی می گوید صحبت های برای بازگشت آقای غنی به افغانستان ادامه دارد. با گفته حشمت دیوانه او اگر بازگشت اشرف غنی موثریت داشته باشد و حاضر به بازگشت است و آقای غنی علاقه به بازگشت به عرصه سیاست ندارد با گفته حشمت دیوانه، بلکه می خواهد فعالیت اجتماعی داشته باشد. بله، کسی که همواره چی میگن لاف و پتاق اقتصاد میزد و سیاست میزد و اسلام شناسی میزد و میگفت چندین کتاب ما در این مسائل یا در این موارد نوشتیم، حالا میخواهد بیاید و فعالیت های اجتماعی داشته باشد. آقای غنی نه نوازنده است که نوازنده شود، نه خواننده است که خواننده شود، نه کدام سپورتمن است که سپورت کنه و نه کدام هنر دیگه داره جز حرافی، سخنچینی، عوام فریبی و دروغ و کذب و ریا. حشمت دیوانه درباره سفر اخیر سلام رحیمی به کابل گفت سلام رحیمی به هیچ صورت به نمایندگی از اشرف غنی به افغانستان نرفته است. روی بازگشت اشرف غنی صحبت ها با بعض حلقات توسط خودم یعنی حشمت دیوانه ادامه دارد و خودم این موضوع را پیش میبرم. بله، کار باز به دست دیوانه افتاد. او گفت پیش از آن که برادرش یعنی اشرف تصمیم بگیرد سوال های زیادی هست که باید حل شود. با گفته او غنی میخواهد آخر عمر خود را در افغانستان سپری کند و بتواند خیر برساند. آقای حشمت دیوانه در مورد خیره که آقای غنی میخواهد به مردم افغانستان برساند لطفاً کمی توضیحات و معلومات بدین. به این ترتیب همان نشانه ها حاکی از آن است که خائن ملی در صدد بازگشت دوباره به کشور است، مجرمی که طبق قاعده معروف میخواهد به صحنه جنایت بازگردد. سالهای پیش، شاید 20 سال 30 سال پیش، فیلمی را دیده بودیم به نام خائن به صحنه جنایت برمیگردد یا آدمکش به صحنه جنایت برمیگردد. به احتمال زیاد طالبان هم از او استقبال باشکوهی خواهند کرد و این کاملا قابل پیش بینی است. حتی در همان نخستین روزهای پس از فروپاشی و اشغال کابل توسط طالبان، زمانی که آنها تصاویر رهبران ملی را در میدان هوایی کابل پاره کردند، اما عکس غنی را همچنان برافراشته نگه داشتند. البته این کمترین کار است که طالبان برای خدمات بزرگی که اشرف خائن با آنها کرد باید انجام دهند. غنی با آنان امکان داد که با موتورسایکل و کلاشینکوف یک اردوی 300 هزار نفری دارای نیروی هوایی و تجهیزات جنگی دریافتی از ناتو و امریکا را زمینگیر کنند. این غنی بود که ولسوالی ها و شهرها را به هیچ مقاومتی به طالبان واگذار کرد تا در نهایت زمینه برای واگذاری ارگ ریاست جمهوری یا مرکز قدرت او فراهم شود. این اظهارات است که لحظات پیش ما زبان خود اشرف فراری شنیدیم. و اگر کس قبول نداره و میگه این دروغ است یا کتمان است یا ایست که تبلیغات ضد اشرف است، بفرمایید من در خدمت شما هستم. اگر در برنامه لایف هم اشتراک میکنین، اگر تلفن هم میکنین، به شرط خود معرفی کنین، شما آزادانه میتونین صحبت کنین و هر چقدر که میخواین صحبت کنین و از آقای غنی یعنی از اولوالامرتان حمایت کنین. اما نکته مهم این است که چرا او فرار کرد که حالا میخواهد بازگردد؟ مگر او نبود که گفت که بر خطر جانی تهدید میکنن و مرا میکشن؟ پس چطور بار دوم میخواهد به آغوش طالبان بازگردد؟ به نظر میرسد که قواعد نچندان راز آمیز این بازی ریاکارانه بسیار زودتر از آنچه پیشبینی میشد افشا شد. با بازگشت سلام رحیمی به کابل و حتی پیش از آن
پست فیسبوکی اشرف غنی که در آن اعتبار و مشروعیت نمایندگی های دیپلماتیک دولت خود در کشورها و سازمان های خارجی را زیر سوال برده و خواستار آزادی پولهای بلوک شده که توسط ایالات متحده آمریکا بلاک شده بود گردید یا شد و سپس برای توجیه این کارزار قوم حقانیش به نفع طالبان ادعای موزیک حق شدن حساب فیسبوکیش را مطرح کرد. قدر یادم آدم دروغگوی و جهلکار بود. من روزها براتان میگفتم کم مانده بود از دست اشرف براتان گریان کنم. روزها براتان میگفتم یادم قابل اعتماد نیست. و امروز میبینید که خداوند حتی یادم رسوا ساخته که خودش به زبان خود اون مثال معروف است که میگن بلبل باری اعتراف میکنن. حساب جلی سلام حنفی که در آن خبر بازگشت قریب الوقوع غنی به کشور نشر شد نیست بخشی دیگر از ذهنیت سازی این روباه ریاکار برای فراهم کردن زمینه بازگشت خود به کشور محسوب می شود. و تنها یک روز پس از آن حشمت دیوانه رئیس کوچی ها از نیت واقعی خائن فراری برای بازگشت پرده برداشت. با این همه مردم افغانستان به خوبی دریافتند که نه سناریوی فرار آنگونه که غنی و محب و سایر ازلای فاسد و فاسد و فاشیست جمهوریت سه نفره ادعا کردن واقعیت داشت و نه بازگشت او به کشور. رویداد آنی و ناشی از مسئولیت و تعهد انسانی او با وطن و مردم افغانستان است. غنی یک مزدور به اراده است، عروسک کوکی سازمان های استخباراتی که برای چنین سناریوهای آموزش دیده و در قبال کار کنجام میدهد امتیازات بزرگی به دست می آورد، در حالی که برای این پیرمرد 80 ساله امتیاز بزرگی چی خواهد بود؟ برای او اهمیت ندارد که چه کسانی و چگونه هزینه های مرگبار جنایات و خیانت هایش را می پردازند. او فقط می خواهد به کاری که به او سپرده می شود مانند یک مستخدم به درستی عمل کند. این بار ماموریت او این است که با بازگشت خود بخش ناتمام ماموریت خیانت ملیش را تمام کند، به طالبان مشروعیت داخلی اعطا کند و اصول آهنین عصبیت قبیله ای را به فرمان روایان تازه منتقل سازد که تیان هیچک از سران و رهبران اقوام دیگر به شمول پشتونها را در قدرت شریک نسازند. امانت قدرت به مالکان بلا منازعه افغانستان بازگردانند و به شیوه نیاکانشان تنها سهم و نقش اقوام دیگر را زندگی زبونانه در زیر سیطره معذرت می خواهیم قوم و قبیله حقانی ها تعیین کند و لاغیر. در این میان بدیهی است که طالبان نیز در این زمینه برای پیشبرد و عملیاتی کردن موافقت آمیز این پروژه به غنی و تیم خائن او کمک خواهند کرد، زیرا این در قبال واگذاری کامل قدرت به آن گروه یک مسئولیت اخلاقی به حساب می آید که باید انجام شود. ضمن آنکه غنی و حاکمان کنونی کابل اعضای یک قوم و یک قبیله هستند و از این منظر نیز تفاوت میان آنان وجود ندارد، آنها حتی آنها در بین پشتونهای افغانستان هم درز ایجاد کردند و گویا خود را قوم برتر در بین تمام اقوام افغانستان جا می زنند. با این حال انتظار می رود که اگر چون این برنامه در کار باشد، مردم افغانستان باید خود را برای استقبال از رئیس جمهور مزدور دست نشانده فاسد و فاشیست آماده کنند و همانگونه که او حالا در جهنم وجدانش می سوزد، کابل را به جهنم واقعی برای پایان دادن به حیات سیاسی سراسر فلاکت و فاجعه او تبدیل کنند. بازگشت سلام رحیمی با کابل و حمایت او از طالبان بار دیگر این نکته را در میان مردم افغانستان برجسته می کند که دولت اشرف غنی متشکل از افرادی بود که هیچ تعهدی به ارزش‌های جمهوریت، دموکراسی و مردم سالاری نداشتند و صرفا با استفاده از فرصتی که دست داده بود ثروت اندوزی کردند. رحیمی و امثالش که حالا قرار است بار دیگر کسب و کارشان در زیر پرچم طالبان راه بیافتد، یکی از یا عده افرادی هستند که در سطح رهبری دولت اشرف غنی حضور داشتند و در تصمیم گیری ها نقش اساسی را ایفا می کردند. آقای غنی
دولت فراگیر برداشت از دستاورد و شکست طالبان میتواند کاملا یک امر ذهنی باشد. ممکن است یک فرد برای طالب هیچ دستاورد قائل نشود و فرد دیگر قائل شود. حتی در بین ما افغان ها یا ما تلویزیونچی ها یا ما هایی که خود چیز فهم معرفی میکنیم یا خود به اصطلاح ژورنالیست جای میزنیم، حتی در نزد ما این تفاوت وجود داره و این فوقیت و نافوقیت وجود داره و طالبه بر صورت آنها مورد ستایش و نیایش قرار میتن. قضاوت منصفانه کردن کار ساده نیست. گذشته از این تلقی خود طالبان از پیروزی و شکست با دیگران یکسان نیست. طالب همین که به قدرت بازگشته آن را بزرگترین پیروزی جهاد خود و اخراج امریکا از افغانستان میداند و کاری به قضاوت دیگران ندارد. با این حال اگر واقع بینانه‌تر و بی‌طرفانه‌تر نگاه کنیم، طالب در بخش‌های دستاورد داشته و در بخش‌های شکست‌های مدهش خورده است. حفظ قدرت بر رغم مشکلات عدیده خود یک دستاورد. پذیرش طالبان در کشورهای مختلف تحت هر عنوان و بهانه که باشد برای طالب دستاورد تلقی می شود. تقریبا می شود گفت که طالبان به تدریج دارن واقع‌بین‌تر می شوند و از قلعه جزمیت فکری دارن خود را بیرون می کشند و به الزامات ادامه قدرت در قرن 21 تن می دهند. این یک دستاورد است، البته که ناکامی هایش بیشتر است. هنوز نتوانسته است اعتماد جهانی را جلب کند و با شناسایی رسمی بین‌المللی روبرو نیست. در مورد برخورد با زنان و دختران افغان، تأثیر و فعالیت‌های شغلی و کاری و حضورشان در جامعه قادر به تصمیم‌گیری نیستند. این یک شکست افتضاح‌آمیز است. اقتصاد را نتوانسته سر و سامان دهند، این شکست است. اما در همان حال امنیت در شهرها و جاده‌ها نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده که دستاورد کمی نیست. یک رژیم موقت به وجود آورده که دستاورد نسبی است، اما هنوز در مورد بروز کردن قدرت و کسب مشروعیت از انتخابات آزاد و تشکیل پارلمان با موانع جدی ایدئولوژیک مواجه است که کار تصمیم گیری را مشکل کرده است. این شکست جدی است. در یک جمله می توان گفت که طالب یا الزامات ادامه قدرت در قرن 21 را درک خواهد کرد و مواضع خود را با شرایط روز تطبیق خواهد داد و باقی خواهد ماند، و یا اسیر ذهنیت خود باقی خواهد ماند و دولت مستعجل خواهد شد. انتخاب با خود طالب است. و اما در خصوص بحران اقتصادی و انسانی در افغانستان توجه کنید. طالبان به لحاظ فکری تقدیرگرا هستند و قحطی را خواست خداوند و آزمون الهی میپندارند که از طرف ذات اقدس الهی نازل میشود. بنابراین نگرانی که دیگران دارند احتمالاً طالبان ندارند، چرا میگن این از جانب خداوند است. در دو مورد هم که طالب رای فوری بیابد خوشبین نیستیم. طالب به لحاظ فکری تقدیرگراست و قحطی را خواست خدا و آزمون الهی می داند که از طرف ذات اقدس نازل می شود. بنابراین نگرانی که دیگران دارند احتمالاً آنها ندارند. آن را موقتی می پندارند و خود را مسئول نمی دانند. بحران اقتصادی برای طالب چندان مفهوم ندارد، لذا رفع آن در اولویت قرار نمی گیرد که درباره آن نگرانی جدی داشته باشد. جامعه روستایی افغانستان توقع اقتصاد بسیار پیشرفته را ندارد. شرها قدر متفاوتند که طالب دنیا را مسئول کمک میداند و نه خود را. از این رو بحران اقتصادی آنطور که دیگران فکر میکنند برای طالب مشکلی در این سطح تلقی نمیشود. در نگاه طالب همه چیز دست خداست و با اراده الهی قابل حل است. اقتصاد هم شامل همین امر میشود. افغانستان در 40 سال قبل مخصوصا در جنگ های داخلی و اشغال خارجی دام آورده، در دوره طالب هم دام خواهد آورد. با اقتصاد و بی اقتصاد، با بحران و بدون بحران زندگی ادامه خواهد داشت. اما بهایی که مردم افغانستان با گوشت و پوست خود خواهند پرداخت برای طالب ایدئولوژیک تقدیر الهی و خارج از اراده انسان هیچ چیز نیست. دوستان ارجمند، هموطنان نهایت گرامی،
با هم می رویم و باز یک گزارش ویدیویی داریم با هم می بریم. پس از لحظات برمی گردیم با بخش پایانی تبصره امروز. حمله انتحاری خونبارترین حمله شاید انفجار تانکر پر از مواد انفجاری در چهار رایه زنبق شهر کابل در چند صد متری ارگ ریاست جمهوری بود که به تاریخ 31 ماه می سال 2017 میلادی توسط شبکه حقانی انجام شد. در این حمله به علاوه صدها کشته و زخمی یک بخش از شهر کابل نیز ویران گردید. اکنون وزیر امر به معروف طالبان که در تندروی شهرت دارد با توصیف حملات انتحاری گفته است این گروه آنقدر حملات انتحاری انجام داده است که در تاریخ بشر سابقه ندارد. حملات انتحاری روش مرگبار جنگ طالبان است که در طول 20 سال گذشته به مرگ هزاران غیر نظامی در افغانستان منجر شده است. در شل کال مبارزه مونگا و ترس و سده پراور کرده و دیده پر نو چه اسلامی نظام ده قیم شد پو تاریخ که دون استشهادی پو شرق قرون گیره ده شد و اسلامی نظام کل قیمی گی چه اقامه ده معروفاتو گو و ازاله ده منکراتو. گروه طالبان در اولین روزهای تسلط خود بر افغانستان وزارت امور زنان را لغو و وزارت امر به معروف و نهی از منکر را جایگزین آن کرد. این وزارت یکی پی دیگری دستورهای محدود کننده به ویژه برای زنان وضع کرد. نگا باید بینید مرم داخل موتر نشیم ما مرم از کجا کنیم یک خانم که بیوست هیچ مرم ندارم ما از کجا کنیم یک قسم نمیشه دیگر ندارم ما بخواد به سرهای خدا بلند کردیم ما زنهای 20 سال پیش نیستیم زنهای تحصیل کردیستیم که چوب نمیشیم در مقابل امران. بلا فاصله حجاب زنان از سوی این وزارت اجباری شد، شنیدن موسیقی در موترها ممنوع اعلام گردید و زنان از حق سفر به تنهایی محروم شدند. این وزارت همچنان هر گونه اعتراض به قوانین طالبان را دشمنی با اسلام اعلام کرد. وزارتی به نام امر بالمعروف و نهی عن المنکر نمیخواهیم. ما کشوری نداشتیم که منکرات جریان داشته باشد. ما میخواهیم مکاتب دوباره مکاتب بر روی دخترها باز شود. حکومت طالبانی نمیتواند دست دختر این سرزمینه از درس و تعلیم منی بسازد. مولوی خالد حنفی جدیترین مخالف آموزش دختران و پسران در یک محیط است. او پیش از این گفته بود که نشستن زن و مرد دور یک میز خلاف شریعت است و اجازه نمی‌دهد دختران و پسران در یک کلاس حضور داشته باشند. اما زنان تا هنوز در برابر محدودیت‌های طالبان تسلیم نشدند. آنان می‌دانند که تمامی دستورهای ضد زنان از ساختمان صادر می‌شود که در 20 سال گذشته نماد اقتدار و حقوق زنان افغانستان بود. صدای زنان افغانستان سرکوب کنید. بصیر آهنگ، لندن. سراب ناسیونالیسم که در اشوه های طالبان و طرفدارانشان میبینیم بعد از عروج طالب ها خجالت آور است. عده از هموطنان گرامی ما که ظاهرن متمایل به قوم پرستی یا ناسیونالیسم معین طالبی حس میشوند به طالبان گرایش نشان میدهند. در آوان رویداد چنین معلوم میشد که این عزیزانشان به سبب احساسات وافر ناسیونالیستیشان به این گرایش گیر افتاده باشند. اما هرچه روز و هفته و حتی یک ماه گذشت و پنج ماه گذشت و شش ماه گذشت ولی کمیت این محترمان کاهش نیافت بلکه بیشتر شورآور شد. دیده شد که این معززان بسیار زیاد هستند. دوستانی هم که تصور میکنند حرف زدن و نوشتن در موارد داغ همچین نارد باز با منظور دامن زدن به جنگ و خونریزی در راه انداخته می شود یا برا انداخته می شود لطفاً نوشته را تا آخر بخوانند بعد بیندیشان. مثال معروف بود می گفتند که قضای همیشه اول امضا می کنه بعد می خوانند و شما هم اول بخوانین بعد از او می تانین که تصمیم بگیرین یا قضاوت کنین. ایده میگه همی طالب ها خوب هستن خیلی چطور میشد خیالی چی میشه همی روزگار
که امروز سر مردم افغانستان آمده، این چی میشه؟ این راه حل نداره. تذکر این نکته بسیار مهم است که این قلم به حق انتخاب، موقف اجتماعی، گروهی و توجه هر انسان، مخصوصا هموطنانم هم به فرهنگ و علایق تباری و منطقویشان احترام دارم. این حق مسلم و غیر قابل تردیدشان می باشد. در اینجا منظور من موقف گیری این محترمان صرفا از نگاه ناسیونالیسم به خصوص خودشان ناظر بر تایید طالبان می باشد. به منظور جلوگیری از تصغیر موضوع نخواستم اصطلاح قوم و تبار را به کار ببرم، زیرا آنچه که در این موقفگیری بسیار بیشتر از موضعگیری قومی مشهود می باشد تأکید جایگاه سیاسی و در ضمن حمایت و بعضاً دفاع از اقدامات حاکمیت طالبان قابل مشاهده است که فراتر از یک موقفگیری تباری درک می شود. گرچه که اصطلاح ناسیونالیسم نیز برای این موضوع بسیار زیاد است، زیرا اسباب دیگری هم که این حمایت را از دایره تعریف ناسیونالیسم هم فرا میبرند که در جایش توضیح خواهد شد. اگر نگاه سرسری به ریشه و سرچشمه ایده ها، ایدئولوژی ها و یا مبدا سیاسی تمایلات طالبان انداخته شود، با وضاحت درک خواهد شد که دو منبع اساسی میتواند بنیاد دیدگاهی و مسیر آرمانی آنها را مشخص سازد. اول، اگر طالبان چنین پنداشته شوند که در راستترین موضع تمایل اسلامی بنیادی قرار دارند، در این صورت تعیین خطوط حمایت از اینها یا آن گروه اجتماعی از سوی آنها تابع آرمانهای ایدئولوژیکشان می باشد. ایدئولوژی های این چنینی محل برای تحقق آرمانهای ناسیونالیستی را نمی گذارد، بلکه حتی چنین تمایلات را مخالف آرمانهای فراملی و فراوطنی خود نیز می پندارند. یعنی تحمل گرایش های ناسیونالیستی را ندارند. چرا؟ چون که عنصر منافع ملی یکی از خطوط اساسی و مهم تفکر ناسیونالیسم می باشد که با تمایلات فراملی و فراوطنی در تناقض است. حکومت اسلامی و امت مسلمان اصطلاحاتی هستند که در ورای مفاهیم ملی و منافع ملی تعریف می شوند. برای تایید تعلقات ایدئولوژیک در حاکمیت طالبانی کافی است که تجلیل و جشن پیروزی آن را در کوچه پس کوچه های پیشاور و سایر شهرهای پاکستان به زبان اردو به خاطر بیاوریم. در دهلی کهنه پایکوبی افرادی ها را در نظر بگیریم و مبارکبادی یمین الزواهری را به این حاکمیت نیز به خاطر داشته باشیم. اینا همه اثبات فراملی بودن تفکر این حاکمیت است که تعلق اوریان ایدئولوژیک طالبان را بروند عام و بین‌المللی اسلام سیاسی افراطی نشان می‌دهد و نمی‌شود ناسیونالیسم با منافع ملی آن در عرصه آرمان‌های آن صرفاً گنجانیده شود. ولذا اهداف ایدئولوژیک آن توقع دارد که این منافع محدود ملی را فدای ایده های فراملی بنماید، مگر جا دادن و نگهداری اسامه بن لادن در خاک افغانستان و عواقب ویرانگر آن اثبات و مبین این تشخیص نیست؟ به خاطر بیاوریم چگونه فرصت عروج امپریالیسم امریکا را در وطن ما فراهم آورد. افتخارات اخیر طالبان مبدی قهرمان حملات انتحاری در جهان دیگر هیچ دلیل نمیماند برای دفاع و شناخت این گروه آدمکش. شما خود لحظات پیش از زبان خود طالب وزیر امر بالمعروف و نهی از منکر خودتان از زبان شنیدین که ما در جهان بیشترین حملات انتحاری را انجام داریم. افتخار به حملات انتحاری و افتخار به کشتن و نابود کردن هم نوان خود. مسلمان خود بگذار، حتی به کتاب و کافر را هم انسان چنین در حقش ظلم و تعدی روا نمی دارد. جهان بخاطر دارد که ناسیونالیست های بعضی از کشورهای مشابه قربانی رفتارهای نامناسب دولتهایشان نیز بودند، مانند جمهوری اسلامی ایران. متکی به این اصل در چنین حالت توقع ناسیونالیست های شریف ما از امارت اسلامی جز سراب دست نیافتنی ثمره به دنبال نخواهد داشت. همین حالا برخی از هموطنان شریف ما که تمایلات ناسیونالیستی در آنها با وضاحت
به مشاهده میرسد گله دارند که مثلا طالبان چرا آثار تاریخی را در بعضی از حساس کشور نابود میکنند. این خود فاصله غیر قابل تقرب را میان این عزیزان و رفتارهای آرمانی طالبان نشان میدهد. دوم، اگر چنین انگاشته شود که طالبان به حمایت دستگاه استخباراتی منطقه و به منظور تحقق منافع استراتژیک آن مملکت به قدرت رسانیده شدند، مگر برای چنین یک حاکمیت که در نظر بود فرصت و مجال خواهد بود که تمایل ناسیونالیسم را در زیر ریش خود تحمل کنند؟ تمایلی که حراست از منافع ملی اصل اساسی آرمان آن تلقی می شود. عقل سلیم نمی پذیرد که دو روش متضاد در عین حال بدون دفع همدیگر پدید بیایند. چرا؟ زیرا هیچ و هیچ گارانتی وجود ندارد که اعمال سیاست در عمق استراتژیک با منافع ملی کشور آرمان ملی‌گراها انطباق کامل داشته باشد. در اینجا منافع مشروع دول در مناسبات عادیشان مطرح نبوده و امر سوا یا جدا می باشد. نباید فریب شباهت های زبانی و تباری را خورد که این وجود تشابه بعضی در گذشته ها آله وسوسه و اقوای مهم به دست سیاستمداران بوده است، مگر فراموش شده است که بعضی از جناهای مسلح برای اثبات زوراوری هایشان مناطق خودی را، مناطقی که به تبار و قوم خودشان متعلق بودند، به تناسب سایر اقوام دیگر سرکوب کردند. مثال ارزنده آن را ما در ولایت های مختلف شمال افغانستان می توانیم مشاهده کنیم و همچنان در مناطق حواشی سرحدات حکومت کشور کثیف پاکستان، و آنچه که زنده و جنبنده بود در خانه خودشان نابود نبودند. چون این عمل از یک گروه سر میزند که اگر با ناسیونالیسم دشمن نباشد، کم از کم بسیار هم از آن دور خواهد بود. گرچه عمران خان صدراعظم پاکستان در سخنرانیش در اسامبلی عمومی سازمان ملل ادعا کرد که طالبان افغانستان اصلا تروریست نبوده و ناسیونالیست های پشتون میباشند، این ادعای عمران اگر برای مقاصد دیگر نبوده باشد، حتما برای تجرید و منزوی ساختن پشتونهای اصیل افغان از سایر اقوام برادرشان در کشور است. او همانند پرویز مشرف پاکستانی میخواهد با قومی نشان دادن مسئله مداخله خود را مشروع جلوه دهد. عمران خان به این ترتیب حمایت هموطنان مظلوم پشتون ما از طالب ها را جلب می کند و هم خاک زدن به چشم دنیا که طالبان گروهی نیستند که خطر از اوشان متصور باشد. اما امروز رئیس استخبارات پاکستان طی مسافرت به کابل، برای که اندیشه و تشویش عمیق خود را به خاطر نفوذ تندروها در افغانستان ابراز می کند، به فکر یک راه چاره است. البته مسئله راه چاره و البته این که پاکستان در روسا و فرداهای دیگه چه کارها یا چه فعالیتهای را به خرج خواهد داد معلوم نیست، اما واقعا شرایط فعلی بر پاکستان هم زیاد خوشایند نیست و ما طی روزها و هفته ها ماه های آینده شاهد بسیاری و ویرانگری ها و بربادی ها حتی در کشور پاکستان هم خواهیم بود. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، و در اینجا میرسیم با پایان تبصره امروز. من معذرت میخوام، بسیار گفتیم مردم کم ناخوشم بودم، از یک مسافرت تقریبا 18-19 ساعته برگشتیم و ضمناً بسیار مریضم بودم، خستم بودم، اما امروز به صورتی که بود، به شکلی بود، خدمت شما رساندم. میریم به سراغ یکی دو خط تلفن، شاید بیشترش وقتم نباشه و حوصله هم برای شنیدنش نباشه. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. من با شما سلام احترام تقدیم میکنم، بفرمایید. شما تشکر و سپاسگزاری میکنم. این زنده باشین. شما مردی بسیار بزرگ هستید. خواهش میکنم، خواهش میکنم. تاریخی خود به عنوان یاد انسان شریف بیان میکنین، بگذارین سر آغاز زندگی خود عمر شما رو دراز داشته باشه. فردا محاسبه میشه در آخر نسلهای بعدی، کودک و اطفال که همین سرزمین از دست استبداد و جنایت آقای غنی، البته این واجه غنی را ما اسمش به نام تروریسم میگذارم، غنی تروریسم باید نامش را بگذاریم. خدمتان کوتاه به اون که آقای مسکینیار هفت سفر مخفیانه آقای غنی تروریسم با عمران خان دید و دید داشت، کاملا یک پلان
شده بود، کاملا روی یک برنامه های کودتای رضالت اشرف غنی فاشیست برای نسل کشی مردم افغانستان بوده. ایشان تماما این تیاری ها، این فجاری ها، دسیسه ها در داخل هرک و گلبدین، جمعه خانی همدرد، تعداد امان قمگرایان و امان ملیگرهای خود را در حقیقت تعویم به برادرانی حضیر پشتون نشود، خود مخاطب قرار میدن که ما را حبر پخت نسیم. اینها دشمنی پشتون بودن. واقعا شما یک زنده یک کشور دولت نظام قربانی بکن با پاکستانی آقا مربوط قوم پشتون هم نبودی، در خدمت آیسای پاکستان بود، واقعا سرزمین از زنده با پاکستان فروخته. حالا یک برنامه جدید دیگری روی دست از آقای مسکینیار، البته شیر اینکه سفیر پاکستان خطر دایش آقا پیشکش بود، این روی یک برنامه است، البته روی یک سناریوی که همان کونه و پوسیده که مجاهدین آوردن در قدرت سرآغازش در داخل افغانستان، این تنظیم‌ها را جنگ انداختن و برنامه ریزی کردن، بیش از 70,000 انسان در شهر کابل کشته شد، افغانستان به یک ویرانه تبدیل کرد، رهبران تنظیم های جیاتی هم چکچکی های دلاری پشاور سرآغازش طالب با وجود آورد. آن طالب خلاص میشه پشت سرش دایش میاره، فابریک های زود یاغن پاکستان به خون مردم افغانستان میچرخه. وای دقیقا که ما ملت نیستیم آقای مسکینیار، از بطن جامعه اگر ما برخیسته باشیم واقعا ما ملت داشته باشیم، چگونه این بازی های سیاسی؟ من یک سوال کوتاه از شما دارم با همه بیانی که شما میکنید، آیا سفیر انگلیس فوق العاده در این قضایای سیاسی افغانستان، چون آقای عمران خان خودشان از خانواده محترم پشتون هستند، از قوم رجاری هستند، نیازی هستند که البته مربوط به آقای غنی هم قومشان میشه، ایشان تحصیل کرده انگلیس هستند، دولت پاکستان دولت انگلیس هست، تماما برنامه های کاملا من موافق هستم، من کاملا همتون موافق هستم، هیچ اجاب به این نیست که شما شاید این کار را که اینا کردن برای بیشترسازی در جنگ‌های نیابتی روسیه را، آنچه که در اوکراین امروز که 10,000 کیلومتر آقای بایدن حرکت کرده رفته روسیه را متهم میکنه، در حالی در داخل خانه شد موزیل بسیار بزرگ آوردن که اوکراین در اخر خانواداش حساب نشه با روسا، همین چیز میخواین که باز دوباره اونجا مصروف بکنن و بنام دایش در مرزهای آسیای میان در این جنگ‌های نیابتی مردم افغانستان قربانی کنن. نظر شما در این مورد میخواین تماما در این کودتا، در این کودتای ننگین اشرف غنی فاشیست تلویزیون دست دارم بله. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. سلام جناب محترم آقای مسکینیار. من به شما سلامتونم تقدیم میکنم سر. خوب هستین؟ زنده باشین سر. مهربانی میکنید. تشکر سر. من در قبال تفسیر جناب شما سر امیره میگم که ملت افغانستان واقعا زیاد زجر کشیدن سر. آری سر در شرایط فعلی هم امریکا هم پاکستان مردم افغانستان زیر فشار آوردن، زیر فشار و اختناق اجتماعی آوردن، سب پولم سرشان قطع کردن، کمکانم قطع کردن که مردم سب بسطور بین و یک قیام مردمی در شمال افغانستان شروع شده سب، از نه بخاطر تحریک یک گروه و یک شخصی، بلکه بخاطر گرسنگی و بیداد از این حالت زار مردم افغانستان. حالی مردمایی که واقعا در خارج هستن یا در داخل هستن، اهل دانش و معرفت هستن، اونا باید سر دست بکار شوند، نه پرچمی و خلقی و کمونیست پیشتر سر که آن در فعالیت هستن، یک گروش در فرانسه است، یک گروش در امریکا است، یک گروش جای دیگر سر با نامای مختلف سر خود منسجم ساختن که باز یک مداخله بکنن، دست از سر مردم افغانستان بردارن، به هر شکلی که هستن نقاب شما برداشته شده، مردم شما را میشناسن، دیگه نمیتونین سر با تقویم پاکستان و دیگه و دیگه و طالب و هر کسی دیگه که شما او را متنفر استین از پیششان، او را نمیتونین سر که شما خود تبریه بکنین به او اساس. فلحاظ من خواهش میکنم از تمام دانشمنده که دستشان به خون ملت آغشته نیست و واقعا سر میخواین مستر خدمت شوند، از این رسانه ها، از این تلویزیون ها سر استفاده کنند سر و بیاین سر یک تشکر بزرگ را برای بنازن و بدانیم سر که امی افغانستان یک پارچه متحد نگاه کنیم.
از دست طالبا، از دست القاعده، از دست پاکستان و امریکا ما میشنیم یک کاری باید بکنیم در مراحل آخر. در این از دوست افغانستان به پادگاه بسیار عمیقی تشکری در رابطه با اظهاراتتون من یک پیام دارم برای تمام هموطنانم از هر قوم و قبیله که هستن، پشتون هستن، ازبک هستن، تاجیک هستن، هزار هستن یا پشه ایستن یا نورستانی هستن، در کل مردم افغانستان، از هر گوشی افغانستان که هستن، در شرایط فعلی و ای به عنوان حسن پایان برنامه امروز و امشب است، برای هیچ جناح قومی، منطقوی، سیاسی و دیگران مصلحت نخواهد بود که قرابت ها و نزدیکی های خونی خود را به مثابه یک قاعده عمده اساس مرزبندی قرار دهند. این روش بسیار عواقب وخیم را در قبال خواهد داشت. نخستین اثر مدهشان چنین می باشد که پس هر جناح قومی بر محاسبات اتنیکیش به طور مستقل و بدون اتکا به سایر هموطنان راهش را بگیرد و کار خود را به پیش ببرد و دیده شد که حتی بعضی ها بر مبنای قوم و قبیله شعار خودمختاری و انفکاک در نقاط مختلف افغانستان مخصوصا در صفحات شمال افغانستان بلند نمودند. مثال عمده و ارزندهش شخصی به نام لطیف پدروف یا پدرام و بعضاً با قومی ساختن بیرق‌های حزبیشان شعار مقاومت دادن، در حالی که مقاومت با بیرق حزبی و قومی ساختن مقاومت نخواهد مقاومت شدن، یا کم از کم مقاومت ملی تبارگرایی یک تبار زمینه تبارزدگی را به تبارهای دیگر نیز سرایت می‌دهد. و باز هم اگر دولت فراگیر بر محاسبات میکانیکی تباری انجام بپذیرد، بسیار آسان خواهد بود با تقرار چند تن از اقوام دیگر، ولی با آرمانهای جناح بر سر قدرت استخدام گردند به تصور این که همه آرام میشوند و سند قناعت بین‌المللی نیز کسب میشود، در حالی که مشکل اساسی مردم افغانستان به جایش باقی خواهد ماند. زیرا در این صورت یک گروه سیاسی و ایدئولوژیک چنانچه در گذشته هم امتحان خود را داده اند و داده است، بر همه مردم افغانستان حکومت خواهد راند. جامعه امنیت سرتاسری همچه آرامش گورستان را نصیب خواهد گردید. چنین خواهد بود نتیجه برگرده قومیت مشاهده می شود و لم دادن به آغوش قومیت حاکمیت هایی که از طرق غیر دموکراتیک غصب قدرت میکنند، مانند اشرف غنی، اگر از درون و برون قدمه های حداقل بازدارندگی جهت کاهش و حذف تشدد و افراطیت در کنارشان نباشد، دمار از روزگار اکثریت مردم افغانستان در خواهند آورد. ما در زمان واقعیت ها و حقوق مردم بسر میبریم، بدین ملحوظ مواظبات سهمگیری در حاکمیت نه بر بنیاد قومی که بر اساس حقوق انسانی باید صورت بپذیرد، باید بر بنیاد تمایلات سیاسی تعاریف همشمول و فراگیر را بنا نهاد. معنی همشمول و فراگیر صرفا حضور اقوام در حاکمیت نیست و نیز همرنگسازی همه نیز نمی باشد، بلکه وجود روندهای سیاسی هم در داخل حاکمیت و هم در جامعه و بیرون از حاکمیت است تا در نحوه اجرای حاکمیت تعدیلات برای حمایت از حیات و حقوق مردم افغانستان فراهم آید. شاید شکل ظاهر اشتراک قومی باشد، اما مضمون این شمولیت ایجاد تعادل و قابل تحمل گردیدن حاکمیت خواهد بود و همچنان حداقل فراهم آوری شرایط برای کار و فعالیت مدنی یا مدنی گردانی وضعیتی که بر حاکمیت مسلط است دست و پا گردد. آره، برای این کار حوصله فراخ باید داشت. مردم و وطن به حراست، حمایت و مواظبت نیاز جدی دارد. این خدمت و وظیفه بزرگ به تنهایی از هیچ قوم، گروه و تبع افغان بر نمی آید. حفظ صلح و ثبات راه مبارزات مدنی، توزیع شیوه های کاری فنی و مسلکی به حکومتگران و هم اساسی تر، حفظ اتحاد و همبستگی تمام مردم شریف افغانستان
طرق عقلانی حل موضوعات در اوضاع کنونی خواهد بود. اتحاد و همبستگی مردم افغانستان یگانه مسیر رسیدن به مقصد است. ملتگرایی یا ناسیونالیسم حقیقی را باید در اتحاد توأم با آرزوهای با هم زیستن، همدیگر را پذیرفتن، حمایت نمودن از همدیگر، حقوق جمعی و فردی همدیگر را محترم شمردن، حراست و صیانت از تمام داشته های معنوی به وسیله یک حاکمیت ملی و موارد بیشتر دیگر را جستجو نمود. و من الله توفیق. دوستان عجمان، هموطنان گرامی، و در اینجا میرسیم به پایان برنامه امروز از گپ گپ میخزن. خداوند یار و یاور همه ایتان تا برنامه دیگر در یک روز دیگر و واضح است موضوعات دیگر. خداوند یار و یاورتان.